سلام بر همه همیانان عزیز و مهربانم. در این آستانه نوروزمون که همه نوروز باستانی رو جشن گرفتن، با اینکه فرزندان عزیزمون رو سال قبل این رژیم خونخوار گرفت و الان همون خونا دوباره مانند گلهای بهاری رشد کردن و گلها خیلی زیاد شده، دیگه کسی جلودارشون نخواهد بود. ای وای از این، ای وای از این از دست دادن ها، ای مرگ از جان رفیقانم چه میخوایی؟ آرامشم کو، خندم کو، اعتمادم کو، بی هیچم و دیگر نمیدانم چه میخواهی. ما سرزمینی دور و تنها در غباریم، ما چیزی به غیر از غم، به غیر از هم نداریم. ما حسرت یک خنده دنبال داریم، ما خسته از این روزهای بیقراریم. بله، فصل بهاری فصل عشق و زندگیست، زمانیست که همه با هم عشق میکنن، پدر و مادر با فرزندان، دختر و پسر با عشق، زن و شوهر با عشق، و همه پیوند میشن در موزیکی که دلخواهشونه و عشق به اون موزیک میدن. چقدر این موزیک در خون شماها رخنه کرده و الان سراسر دور ایران خواننده های بزرگی، کنسرت های بزرگی دارن و سرود ایرانشون هم میخونن. پیام و یا بهتره بگم آرزوی نوروزی من شعر زیبای زویاست که میگه پیر مشرق عزیز مهربونم، ای غزل بو زمین گل نشونم، خونه من ایرانم، ایران عاشق، کاشکی تو بهار تو زنده بود. جای بسی خوشحالیه که میبینم این موزیک چهال روزگاری رو برای هممیهنانم به وجود آورده. باری خبرهای گوناگونی میشنویم. پسر خامنه ای میخواد جانشین پدر دزدش بشه، خودش که رو دست همه دزداست و داره افراد سپاهی رو میخره، البته سرانشون، که بتونه همچین حرکتی رو بکنه. نمیدونه کور خونده، گور خودش رو باید بکنه، دیگه اون مملکت جای اینا نیست، از اولم نبود، اون وطن اینا نیست. حالا میخواد رهبر بشه، میخواد سپور بشه، جاش نیستون، حتی سپوری هم بهش نمیدن. افشای یارگیری میدانی مشتبه خامنه‌ای برای جانشینی به روایت سندی محرمانه با اوجگیری خیزش انقلابی به نظر می رسید روند به قدرت رساندن مشتبه خامنه‌ای دست کم فعلا متوقف شده باشد، روندی که تابستان و پیش از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد با سخنان این امام جمعه علنی شد. شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیست. نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه، اما آیا منعی داره که همچی اتفاقی افتاد؟ منعی در قانون هست؟ اصلا و ابدا.
اما حالا در گزارش جلسه محرمانه فرماندهان ارشد سپاه و مقام‌های عالی رتبه امنیتی با علی خامنه‌ای فاش شده که پروژه جانشینی مجتبی خامنه‌ای ادامه دارد. نشان دهنده بخش دیگری از نفوذ مجتبی در برنامه‌های کلان جمهوری اسلامی، یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران هم در جلسه محرمانه با خامنه‌ای برای دفاع از مجتبی از قاسم سلیمانی خرج می‌کند. سرتیپ عوض شهابی فر مدعی است مجتبی خامنه‌ای از علمای برتر در علوم نظامی است. او میگوید قاسم سلیمانی و اسماعیل قاآنی فرمانده پیشین و فعلی نیروی قدس از اشراف مجتبی به مسائل خارجی و خطرات خارجی برای نظام تعجب کرده بودند. سال 1401 در حالی به پایان رسید که دست کم در 6 ماه پایانیش هر شب و روز از گوشه و کنار ایران فریاد مرگ بر خامنه‌ای شنیده شد، از زبان مردمی که میگویند نه او را میخواهند نه نظام حاکم بر ایران را. افتخار میکنم که جوانهای ما الان با هر نوعی با هر شرایطی ولوله کردن. شیراز، تخت جمشید، رش، بقیه شهرهای شمال، خوزستان، سیستان بلوچستان، کردستان، تبریز به پا خواسته و ساکت نشستن و این رژیم دست پاشو گم کرده، نمیخواد از رو بره و نمیخواد مملکت رو ول کنه، چون چنگ انداخته همه جا و از همه جا میخواد کمکره بگیره که بمونن. ولی این نیست، چنگالتون دیگه جای چنگال نیست. دنیا تصمیمش گرفته و دیگه این رژیم پر از درد سر و خائن دنیا نمیخواد و فهمیدن این رژیم به ملتش توهین میکنه، به ملتش تیراندازی میکنه، ملتشو میکشه و ثباتی دیگه ندارن. به فکر میکنن باز با کشتار میتونن این کارو بکنن. نه، باور کنین همشون چاییدن دیگه. جشن نوروزمون در کاخ سفید در وزارت امور خارجه امریکا، سفره‌های هفت‌سینی بوده در مقام‌های اروپایی. واقعا سفره هفت‌سین ما ایرانیان هم در دنیا پاپولر شد. اینجا سرزمین من، عشق من به وطنم که داره جوش میاد مثل آتش فشانی داره میزنه بالا، کوها رو میشکافه و داغون میکنه این اجدبی ها رو. با اینکه تمام افراد کمونیستی و اونایی که پول از جمهوری اسلامی میگیرن همینطور دارن سنگ میندازن و دلشون نمیخواد این نونباری که از دولت جمهوری اسلامی از بین بره. حالا شهرام همایون اومده زنش معرفی کرده که این ریسپانسیبل تلویزیون ماست، این مخارج نه جمهوری اسلامی. ببین چه دوری داره ورق رو برمیگردونه. زن شما چه بودجه داره ویتامین میفروشه تو اروپا؟ چه بودجه میتونه داشته باشه که اسپانسر تو باشه؟ 20 سال این کمپانی هرچی تولید میکنه، هرچی میفروشه، هرچی درآمد داره، تقریبا تمام درآمدش بی کم و کاست در اختیار تلویزیون کانال یک قرار گرفته و به همین دلیل از بسیاری از امتیازات هم محروم بوده. چه اگر محصولات این کمپانی می توانست در داخل ایران توزیع بشه، مسلم بدونید که امروز شما با یک غول تجاری در این زمینه روبرو بودید. خانم آقایون، سرکار خانم دکتر مریم عزیزی، مدیر و بنیانگذار کمپانی بی تی آی. به هر حال هر کدوم از ماها نسبت به وطنمون یک وظیفه‌ای داریم. کمپانی بی تی آی هم فکر میکنم داره وظیفه‌ش. نه میدونم چی کار میخواییم بکنیم، کارتون رو بفرمایید. بله. 5 دقیقه از الان، ساعت 11:38 است، تو 11:43 بینندگان وقت دارن تلفن بزنن، انواع محصولات بی تی آی رو، حالا بی تی آی جوند، بی تی آی مود یا چیز دیگر رو
سفارش بدن، دو تا رو سفارش بدن، سومی رو مجانی بگیرن. شهرام خان دست بردار این کارا، همه میشناسنت و این کارت برای آخر عمرت درست نیست و خودتو داری داغون میکنی. این یه نصیحت. مردم زورشون به این رژیم نمیرسه. این رژیم صفاکه، این رژیم سرکوبگره، این رژیم بویی از رحم و انصاف و مروت نبرده. اپوزیسیون کمکی به مردم نمیتواند بکند جز به قول خودش صدای مردم باشه. پا تکلیف چیه؟ خانم تهرانی چه گفتارهای قشنگی میکنه. تمون یه زن گرم که واساده، مثل زنهای جوان ایران، مثل شیر واساده، داره حرف دلشو میزنه. نمش گرم دوست ازم خسرو شکیب همینطور. واقعا با منطق و با صداقت اینا قدم برمیدارن و مردم باید از این وطن پرستا ستایش کرد. ستایش زیبا و قدردانی شوخی نیست. هر کدوم برای 10 دقیقه 15 دقیقه صحبت کردن یک روزشون وقتشون طلب. به عشق وطنم، به عشق خاک مادرم و پدرم که در اون سرزمین خوابیدن، قسم که تا شارگم ایستادم در مقابل این خرابکارا. من یه ایرانی بیشتر نیستم. به عشق وطنم، به عشق مردمم، به عشق موزیکمون و صداقت موزیکمون که چنین فریادهایی رو به صدا درآورده افتخار میکنم. باید نجات پیدا کنی از من، باید بری دنبال آزادی، اما به من ای کاش مسیر دریا رو نشون نمی دادی. گرفتی رد ماه تا ساحل، زنده باد زن، زندگی آزادی، مرگ بر جمهوری خائن وطن فروش ما و ملت ایران ما. جاوید باد پرچم شیر و خورشید ایران.